با درود بر شما هموطنان گرامی، صحبت دارم با مسئولین کشور. امیدوارم که این ویدیو من برسه به دست مسئولین امنیتی کشور. یک زمانی راجع به بلوچا و این امام جمعه شون و مولوی عبدالحمید اینا حس میکردم که چون ضد اسلام بودم و میگفتم با اینا باید مقابله بشه و اینا خیلی اسلام نکنم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که نه، اینها باید بهشون بها داده بشه که هم هویت کاملا بلوچی خودشون رو حفظ کنن و همزمان هویت ایرانی خودشون، یعنی افتخار کنن که ایرانی هستن، خودشون رو کاملا ایرانی بدونن و همزمان هویت بلوچی خودشون رو حفظ کنن. چون ما یک خطر بالقوه داریم کشور ما و اون هست خطرم پاکستانه. پاکستان زمانی که ما دانش آموز بودیم و 30 خورده سال پیش جمعیتش 70 میلیون بود، الان 250 میلیونه. رشد جمعیت هم خطی نیست، منحنیش لگاریتمیه. به زودی جمعیت پاکستان میرسه به 1 میلیارد یا شاید هم بالای 1 میلیارد. و اینکه امکان داره که منابع پاکستان جوابگوی این جمعیت عظیم نباشه و حالا میتونن چشم طمع پیدا کنن به ایران، یا حالا مولویاشون نمیدونن بالاخره دستور بدن، فتوا بدن، یا اینکه بالاخره کشورهایی که با ایران دشمن هستن نفوذ کنن تو سیستمشون و بالاخره کرم بریزن. این که اون مردم بلوچ اونجا واقعا میتونن صد خیلی محکمی باشن اگه ارتباطشون رو با بلوچستان پاکستان خوب کنیم، که اینا همدیگه رو مثل اقوام، مثل دوست بدونن، با هم ارتباط خوبی داشته باشن. و همزمان الان تعداد زیادی از بچه های بلوچ هستن که شناسنامه ندارن. بهترین کار اینه که حتما به اینا شناسنامه داده بشه، اینا از همون بچگی جذب ارتش بشن، تو مدارس ارتش درس بخونن، مدرسه، دبیرستان و حتی دانشکده افسری برن، هر کدومش که بالاخره استعداد داره بره دانشکده افسری و فردا توی ساخت ادوات نظامی فعالیت کنه. و همزمان پایگاه‌های پادگان خیلی قوی ما اونجا تو مرز داشته باشیم. و اینکه بچه‌های بلوچ مرتب سوار هواپیما بشن بیارن نشون اردو توی شهرهای مختلف ایران که حس کنن ایرانی هستن. بچه های بلوچی که بالاخره توی خانواده های فقیر هستن ثبت نام بشن توی اینترنت. و هموطن هایی داریم که خب خدا رو شکر اوضاع احوالشون خوبه، با جون و دل هزینه سرپرستی و تحصیل اینا رو به عهده میگیرن، یعنی داره طرف وضعش خوبه، میگه من 4 تا بچه، حالا 1، 2، 5، 10 تا بچه بلوچو سرپرستی میکنم تا دیپلم بگیره، درسشو بخونه. هر چی میشه پیوند بلوچا رو با ایران محکم کنید، هر چی میشه بهشون بها بدید و هر چی میشه اینا رو جذب ارتش کنید. و اونجا ما باید قوی ترین پایگاه های نظامیمون اونجا باشه و همون بچهای بلوچ افراد میهن پرستی هستن و بازم میهن پرستر بشن. هر گونه امکانات رشدی که نیاز دارن براشون فراهم کنید و اونجا این صد و حتما نگهش دارید و محکمترش کنید. پاکستان جدی بگیریدش، به زودی جمعیتش میرسه 1 میلیارد و بالای 1 میلیارد و جمعیت معتقد دیندار که یه دونه مفتی که حالا میتونه سرش به جای دیگه گرم باشه خطرات زیادی رو برای هم پاکستان هم ایران به وجود بیاره. پس مواظب باشید، پاینده باشید، پاینده ایران. بدرود.